احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم ما رو همراه میکنن. یه نظر کلی راجع به بیانیه نواندیشان در مورد روحانیون سنی برامون بگی لطفا. خب نکته پنهانی نیست که این مناطقی که ازش در این بیانیه نام برده میشه، یعنی کردستان یا سیستان و بلوچستان، جزء محروم ترین، مورد تبعیض ترین و مورد سرکوب ترین مناطق ایران هستند. به همین اعتبار هم هست که جنبش و خیزش عمومی و مدنی در این بخش های ایران ادامه داره و البته در فقدان جامعه مدنی قدرتمند و البته با نفوذ، این بار این نهادهای مذهبی در قامت فرزند مولوی عبدالحمید یا ماموستهای غرب ایران، کردستان به هر حال تبدیل شدن به یک کانالی برای اینکه ندای آزادی خواهی، برابری طلبی و همچنین مسئله تبعیض رو سر بدن و مردم رو به اون بخوانند و کانالی شدن برای اینکه صدای مردم مبنی بر رفع تبعیض و برابری طلبی، آزادی خواهی منعکس بشه، بازتاب بشه. و البته این نداها چیزی نیست جز ندای کل جامعه ایران. به همین اعتبار یعنی از یک منظر حتی فرادینی پرداخته شده به این مسائلی مثل تبعیض، سرکوب، نابرابری و اونجا از اون جهت که این مقامات محلی تبدیل شدن به بلندگوی مردم، در واقع تشویق میشه مردم ایران که حمایت بکنن از این مناطق. چرا؟ برای اینکه ادامه جنبش در این مناطق باعث تداوم پایداری این خیزش عمومی و مدنی میشه و این احتمال رو بالا میبره که این جنبشی که تا الان ادامه داشته در اشکال گوناگون به هر حال به اون اهداف اصلی خودش برسه. آقای علوی اگه اشتباه نکنم شما هم یکی از امضا کنندگان این بیانیه هستین. به نظر میرسه بعد از انقلاب مهسا ژینا امینی خیلی ها به این نتیجه رسیدند که نسل جوان معترض امروز خیلی از روحانیون حرف شنوی ندارن. نظر شما راجع به این موضوع چه است؟ خب حرفشنوی جوانان و یا فرضاً نوجوانان از مقامات مذهبی، من کلمه روحانیون رو به کار نمیبرم البته و با آل من و به اصطلاح با آگاهانه، از اون جهت که اینها مقامات نهادهای مذهبی هستند که کم یا بیش میتونن در راستای منافع مردم خدماتی رو عرضه بکنن و غیر قابل انکار هستند. حالا ممکنه جوانان یا نوجوانان چندان حرف شنوی نداشته باشن، منتها تکلیف کسانی که حرف شنوی دارن چه میشود؟ به هر حال اونها هم بخشی از جامعه ایران هستند و همونجور که گفتم ما از منظر فرادینی به این مسائل نگاه میکنیم، از منظر فرزند عدالت اجتماعی، برابری طلبی و آزادی خواهی. اصلا مسئله مذهب به شیوه اخصش مد نظر نیست، بلکه از اون جهت که این مقامات مذهبی تبدیل شدن به یک جریانی که بتونن پاسخگو و به هر حال بیان همون تبعیضهایی باشن که به هر حال قشر جوان یا نوجوان در مقابل اون قرار دارن. بنابراین مسئله اینجا منافاتی وجود نداره بین حمایت از این مقامات مذهبی و حمایت از خواسته های جوانان و اینها میتونن در یک بستر حرکت بکنن، کما اینکه گرایش های گوناگون ایران هم لزوما همه به یکسان مطالبات یگانه ای ندارن، ولی مطالبات گوناگون اونها در راستای عدالت، آزادی و برابری البته با هم به نوعی هماهنگ است.